در عهد جدید بشارت به منجی یا در اصطلاح مسیحیان برگشت دوباره و آرزوی مبارک با تاکیدهای بسیاری مطرح شده، تا جایی که حتی شاید بتوان این تاکیدها را بیشتر از آنچه در عهد قدیم آمده دانست. در حقیقت باور به منجی و اتفاقات آخرالزمانی یکی از اعتقادات بسیار مهم در مسیحیت امروز به شمار می رود و همه فروق و مکاتب مسیحی به آن اعتقاد دارند و حتی برخی در شوق وقوع چنین اتفاقاتی زندگی می کنند. جالبه که بدونید در کتاب انجیل وقایعی پیش بینی شده که تا به امروز اتفاق نیفتادند، اما با توجه به شرایط امروز جهانی احتمال وقوع این حوادث در آینده نزدیک کاملا هویداست. ما در این ویدیو 4 پیشگوی آخرالزمانی انجیل که میتونن در سال 2022 برای بشریت اتفاق بیافتند رو برای شما بیان میکنیم. ظهور مسیح دروغین. در کتاب انجیل متیو پیشگویی وجود دارد که وعده می‌دهد درست در فاصله کمی تا ظهور عیسی مسیح، مسیح و یا مسیحان دروغین زیادی ادعا خواهند کرد که عیسی مسیح واقعی هستند و بدین وسیله برای خود در صدد جمع کردن پیروانی برخواهند آمد. در کتاب متیو قسمت 24 آیه 22 و 23 به این قضیه اشاره کاملی شده است. این دو آیه چنینند: اگر در آن زمان کسی ادعا کرد که من مسیح واقعی هستم، حرف او را که دروغگوی بیش نیست باور نکنید. این مسیح و پیامبران دروغین از هر نیرنگ و حتی معجزات دروغین استفاده خواهند کرد که مؤمنان واقعی را فریب دهند. در نتیجه مراقب پیامبران دروغین باشین که نزد شما می آیند. آنها گرگانی گرسنه اند در لباس گوسفند. پیامبر دروغین اصطلاحی است که در ادیان ابراهیمی به آن اشاره شده است و در مورد آن بارها هشدار داده شده. پیامبر دروغین همانطور که از اسمش مشخص است، فردی است که ادعای پیامبری و رهبری می کند و خود را نماینده و جانشین خداوند بر روی زمین می داند. در متون کهن مسیحی آمده است که پیامبر دروغین بنده شیطان در آخرالزمان به همراه دجال برای گمراهی و نابودی بشر هستند. به این صورت که پیامبر دروغین با تکیه بر دین دروغ میگوید و خوشسالی و فقر و بدبختی و بیچارگی را رواج میدهد. سپس مؤمنان معتقد را بیدین و کافر میکند و از سوی دیگر دجال افراد بیدین و کافر را با تصویر یک سراب از آبادانی و نعمت و رفاه و لذتهای دنیوی به سوی خود جذب میکند و در نهایت پیروان خود و تمام کسانی که بر جنایاتشان سکوت کردند را به جنگ گرفتاری و بدبختی میبرند. این پیشگویی کتاب مسیحیان در عصر حاضر تقریبا هر ساله در ابعاد وسیع اتفاق میافتد. کم نیستند کسانی که در اقصی نقاط جهان با طرح ادعای اینکه مسیح پیامبر هستند در صدد فریب مردم برمی آیند. برای مثال طبق گزارش خبرگزاری NBC، تنها در سال 2021 189 نفر از مسیحیان تندرو در نقاط مختلف آمریکا ادعا کردند که مسیح بازگشته به زمینند و مطمئناً این عدد با احتساب بقیه کشورهای با اکثریت مسیحی به مراتب بیشتر خواهد شد. اما سوالی که در انتها پیش میاد این است که آیا تمام این اتفاقات و ادعاهای دروغین مطرح شده توسط این افراد به ما وعده میدن که ظهور مسیح واقعی نزدیک است؟ نظر خودتون را برای من زیر این ویدیو کامنت بذارید. نابودی اورشلیم. جالبه که بدونید در انجیل لوکا پیشگویی عجیبی در مورد نابودی شهر اورشلیم وجود داره. در قسمت 8 این کتاب با متنی عجیب در این مورد روبرو میشیم و این متن اینطوریه: چه مصیبت بار خواهد بود این روز برای تمام ساکنان حاضر در این شهر مقدس، زیرا آنها قرار است سخت‌ترین استرس‌ها و فشارها را به جان بخرند. اهالی این شهر با زور شمشیر مهار می‌شوند، سپس هر کدام راهی سرنوشت شوم خود خواهند شد. بعد از این حادثه اورشلیم به دست غیر یهودیان مؤمن خواهد افتاد و آنها شهر را به طور کامل نابود می‌کنند و دوباره بر طبق میل خود خواهند ساخت. اورشلیم جزو محدود شهرها در طول تاریخ که به دفعات به طور کامل نابود شده و دوباره بازسازی شده. این شهر به دلیل اینکه در هر سه دین ابراهیمی جایگاه مقدسی داره، همیشه مورد نزاع و درگیری بین پیروان این ادیان بوده است.
شاید معروف در این جنگ‌های تاریخی پیرامون این شهر جنگ‌های صلیبی باشه. با این حال در زمان حاضر هم به دلیل مناقشه بین فلسطینیان و اسرائیل این شهر از جنجالی‌ترین مناطق دنیا حساب میشه و هر ساله به طور میانگین جنگ‌هایی بر سر این شهر بین مسلمانان و یهودیان اتفاق می‌افته و کم نبودند درگیری‌های نظامی بین این دو طرف که تا مرزهای این شهر هم کشیده شده و خساراتی به بار آورده. اما آیا ما در سال 2022 میتونیم شاهد وقوع درگیری بزرگ پیرامون این شهر باشیم که این شهر رو به مرز نابودی بکشونه؟ پدیدار شدن رنج و عذابی شدید برای انسانها. در پیشگوی دیگر که به کرات در انجیل به آن اشاره شده است، اشاره های زیادی به عذاب و رنج مصاحف برای انسانها وجود دارد و از این دوران رنج و عذاب به عنوان دورانی که مؤمنان واقعی خداوند مشخص خواهند شد یاد شده. در قسمت 11 از انجیل متی به این دوره اشاره شده و چنین نوشته شده که در این دوران با اتفاقات ناگوار و ناگهانی وحشتی زیاد در بین انسانها به وجود می آید و در این دوره ثروتمندان و فقرا، مؤمنان و کافران همه با هم در آتش خشم خداوند خواهند سوخت. عده زیادی از مفسران انجیل با توجه به این قسمت از انجیل جنگ جهانی سوم و یا حتی وقوع جنگی اتمی را مصداق و نشانه این پیشگویی از انجیل می‌دانند. البته ما باید به این نکته هم توجه کنیم که در 100 سال گذشته جهان ما با جنگ‌های خانمانسوز زیادی رو در رو بوده و تا به امروز و عصر کنونی نیز بارها تا وقوع جنگ جهانی سوم و یا حتی جنگی هسته‌ای نزدیک شده است. آیا به نظر شما ما باید در سال 2022 شاهد به وقوع پیوستن این پیشگویی آخرالزمانی از انجیل باشیم؟ البته مسیحیان تندرو اعتقاد دارند که حتی با وقوع چنین آخرالزمانی در نهایت باز هم کنترل جهان در اختیار خداوند و اصحاب واقعین او یعنی خودشان خواهد بود. بازگشت عیسی مسیح. در بسیاری از ادیان ابراهیمی از اسلام گرفته تا مسیحیت باورهای قوی نسبت به ظهور منجی وجود دارد. مسیحیان باور دارند که عیسی مسیح روزی دوباره به زمین برمیگردد و عدل و مساوات را برقرار می‌کند. در کتاب انجیل متیو قسمت 20 آیه 29 متنی وجود دارد که اشاره می‌کند چیزی حدود 2000 سال بعد از به معراج رفتن عیسی مسیح او دوباره به روی زمین برمیگردد و در همان روز کارنامه اعمال انسان‌های زنده و مرده را داوری خواهد کرد. همچنین در ادامه این آیه انجیل مشخصات این روز جزای وعده داده شده را هم توصیف می کند. درست در همین روز است که خورشید تاریک می شود و ماه نور خود را از دست می دهد و ستارگان شروع به افتادن از آسمان می کنند و اجساد مردگان در قبرها شروع به بیرون آمدن از جایگاهشان خواهند کرد. به ناگاه با ظاهر شدن فرزند خدا یعنی عیسی مسیح تمام ملت‌ها و ادیان و قوم‌ها برای اولین بار دست اتحاد به سوی همدیگر دراز خواهند کرد. با وجود این کتاب مقدس همچنین تعلیم می‌دهد که پیش از بازگشت مسیح نشانه‌های خاصی وجود خواهند داشت تا ما بفهمیم که بازگشت او به زودی انجام می‌شود. این مشخصات روزهای قبل از بازگشت مسیح است. در ایام آخر مردمان شریر در بدی ترقی خواهند کرد. بسیار ایمان را انکار می‌کنند و بازگشت مسیح را مسخره. همچنین در ادامه انجیل آمده است که پیش از ظهور مسیح بر روی زمین جنگ‌ها، زلزله‌ها، قحطی‌ها و بیماری‌های واگیردار فراوان می‌شود و در آسمان نشانه‌ای از خورشید، ماه و ستارگان دیده نخواهد شد. برخی آیات کتاب مقدس در مورد بازگشت مسیح به گونه‌ای سخن می‌گویند که گویا زمان وقوع آن بسیار نزدیک است، اما هیچ کس از آن روز و ساعت خبر ندارد. خود عیسی مسیح میگوید که آمدن او به جهت داوری همانند برق در آسمان خواهد بود و تمامی ملت‌ها علامت او را خواهند دید که در آسمان ظاهر می‌شود. اما آیا بازگشت عیسی مسیح در آینده نزدیک کاملا آرام و بی‌حاشیه خواهد بود؟ آیا تمام قدرتمندان و صاحبان منافع و قدرت جلوی او خواهند ایستاد و یا اینکه ظهور او در تضاد کامل با منافع آنها خواهد بود؟ در نتیجه ما باید شاهد درگیری و تنشی بین این دو قطب باشیم.